الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جانم بفرمایید. الو جانم. سلام بر شما. به به، امروز صداتون خوبه اکبر آقا. آره امروز باید جشن گرفت که صداتون خوبه. بله بفرمایید. دیروز که من یک سوال از شما کردم، متا مثل که یا فراموش کردیم یا نه فراموش نکردم، ولی گفتم که شما دوباره تشریف بیاری که تشریف نیاوردی، گفتم شا یا این که تلفن زدید و مشغول بود یا که رفتی بیرون. فکر کردم من مثل که شما وقت داری من یه چیزی رو براتون بخونم، بعد من خودم یک سوالی دارم. البته قبل از اینکه وارد سوالم بشم، البته بعد از نماز دعا میخونم. شما بفرمایید این دعا خوندن بعد از نماز معنیش چیست؟ دعا خون، نماز خودش دعاه، میشه دعا رو در سجده خون، در داخل نماز دعا خون. دعا معمولا مجموعی از دعاها در خود نماز هستش و پیامبر فرموده که یکی از بهترین حالتهای استجابت دعا وقت سجده هستش در نماز و همچنین بعد از نماز، ولی به شرطی که دعاها شرعی باشه نه ضد شرعی، یعنی دعایی باشه که خدا گفته، رسول گفته، یا اینکه نیازهایی که خود انسان داره، ولی بدون، یعنی وقتی این دعا رو میکنه در مخالفت با شرع نباشه. در نماز ها پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که بعد از نماز 33 بار سبحان الله بگی، 33 بار الحمدلله بگی، 33 بار لا اله الا الله اکبر بگی، یک بار هم لا اله الا الله، مجموعا میشه 100 بار. دعای دیگری هم هستش که اگر کسی خواست مثلا قبل از این حتی آیت الکرسی رو میخونه، معوذتین میخونه، قل هو الله رو میخونه، معوذتین قل هو رب الفلق قل هو رب الناس قل هو الله، اینا رو میخونه، بعد این تسبیحات رو میخونه و بعد از اون هر دعایی که خواست میکنه خودش، ولی بدونی که شرک قائل بشه، بدونی که من اینا رو زیاد تاکید میذارم چون در جامعه ما اینجوریه، و الا هر دعایی که میخواست میکنه، برای که یکی از مواطن استجابت دعا بعد از نیایش با خداونده. از کلا پس استاندارد داره جانم؟ این دعا خوندن استاندارد داره هر چیزی رو بعد از نماز نمیشه خون. چرا هر چیزی رو میشه خون؟ بعد از نماز هر دعایی که دلت خواست. آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اینا رو جزو نماز قرار دادن، شعار نماز قرار دادن بدعته. چرا؟ چون شعار سیاسی رو داخل نماز کردنه، مثل علی ولی الله جزء اذان قرار دادنه. الان چه بسا که این شعار اگه ادامه پیدا کنه 50 سال بعد، خدا نکرده که این رژیم ادامه پیدا بکنه، مردم اینو جزء نماز بدونن، این یک بدعت شومه. اگر بعد از نماز هر شعار سیاسی، یعنی در حالتهای عادی هر شعار سیاسی که به مصلحت جامعه باشه بده اشکالی نداره، اما اینها رو جزء عبادت قرار دادن بده. علی ولی الله اینجوری بود در ابتدا که علی ولی الله شروع کردن، اینجوری شایع شد، خب بعد گذاشتن جزء اذان. واقعا فکر نمی‌کنم دعا این باشه که ما برای کسی چیز بکنیم، مرگ بخوایم. نه، دعا بر علیه دشمنان خوبه، دعا بر علیه دشمنان کشور و وطن خوبه، اما خود پیغمبرم بر علیه مشرکین دعا کرد، اونی که باش جنگیدن. توجه میکنید؟ دعا یکی از مهمترین وسائله، یکی از مهمترین اسباب هاست، ولذا بنده کسانی که اینجا میاد پشت میدن، پشت نمیدن، نفرینشون میکنن، دعاشون میکنن و خدا رو شکر خدا هدایتشون کرد و کمتر شد و خدا خیرشون بده، بیدار نشن. بیدار نشن یه باقی شروع کنن.